اینو که من به میان آورده بودم. چی شده؟ شما؟ ای چرا؟ چیه مگه؟ این چیه؟ چیکار کنم؟ مصادره شو؟ چی مصادره شو؟ ای اینو که مالی من بودا؟ خودم به میان آورده بودم. شما داری چیکار میکنی؟ آقا نکن. اونو کجا میبری؟ آقا نکن. چرا؟ آقا واسه چی؟ کی اصلا دستور داده؟ آقا نکن عزیزم. چیه ماجرا چیه؟ شما زیاد توضیح میدی چی شده اصلا؟ این ماجرا چیه؟ کجا بیام؟ بیا با شما بیام. کجا برم؟ سلام به هفتمین برنامه تکشاخ خوش اومدید. برنامه تکشاخ همونطور که میدونید یه برنامه هفتگی هست، روزهای شنبه منتشر میشه در زمینه تکنولوژی و استارتاپ در شبکه‌های اجتماعی مختلف، یوتیوب، خود سایت فردای اقتصاد و شبکه‌های اجتماعی فردای اقتصاد ما رو میتونید فالو کنید. کامنت‌هایی هم که تا اینجا دادید، بعضی‌ها خب کامنت‌های مثبتی بودن، بعضی‌ها هم انتقاداتی داشتن بهمون، از جمله اینکه چرا روی صندلی سخت می‌شینید. مرسی از همه کامنت ها و لطفتون. امروز میخواییم نگاهی داشته باشیم به مصادره استارتاپ ها در ایران، برنامه‌ای که کشورهای حاشیه خلیج فارس برای توسعه تکنولوژی استارتاپ ها دارن. نگاهی خواهیم داشت به سرویس جدید تپسی در مورد سرویس مدارس و همطور با یک متخصص خودروهای خودران که در یکی از این شرکت‌ها مشغول به کار هست گفتگویی خواهیم داشت. مثل همیشه در کنار من مجتبی طباطبایی عزیز هستش. سلام مجتبی، چطوری؟ خیلی خوش اومدی دوباره به برنامه خودت. مجتبی اگه بخوام از اون بحث اصلیمون شروع بکنیم، خب مثل همیشه حالا ما یه ذره فکر کنیم اوضاع برای استارتاپ ها خیلی خوب شده، ولی به نظر میاد خبرهای بدتری شاید تو راه در نگاه بدبینانه. یاد داشتی که مدیر مسئول کیهان نوشت در زمینه اینکه اصلا مالکیت و مدیریت استارتاپ ها رو به طور کل باید ازشون بگیرن، به نوعی مصادرهشون کنن به نفع یه گروه دیگه. خیلی ضربه بدی بود برای استارتاپ ها، هرچند خب در واقع خیلی ها هم این رو به حساب این گذاشتن که اصلا میخوان به نوعی استعدادها و بنیانگذاران استارتاپ ها رو فراری بدن با یه همچین روی کردی. تو که خودت توی این فضا هستی چطور دیدی همچین یادداشتی و تاثیری که داشت چی بود؟ ببین خیلی عجیبه اولا، یعنی عملا مالکیت خصوصی یه جوری انگار معنایی نداره و خب میدونیم اگر مالکیت خصوصی معنایی نداشته باشه خب چه بلایی سر اقتصاد میاد. و خب توی این جو روانی که الان هستش، که جو صرفا روانی منظور نیست، یعنی المان‌های خارجی هستش و واقعی کاملا که جو ناامیدی خیلی زیادی هستش از ادامه دادنش، خب این اقداماتی که میشه که ما تقریبا میشه گفتش هفته ای رو نداریم که یکی از این اتفاقات نیافتاده باشه و راجع بهش صحبت نکنیم. خب بیشتر حتی دو سه تا از این اتفاقات میفته. همین هفته که گذشت باز دوباره اعلام شد که مثلا شرکت زاویه در واقع کوورکینگ اسپیس رو به فارسی چی باید گفته؟ فضای اشتراکی. فضای اشتراکی هستش. این در واقع اعلام کرده که دیگه از این به بعد بعد از ساعت 12 شب به استارتاپ ها خدماتی نمیده، مثل یه شرکت عمومی داره عمل میکنه. ساعت 20 به بعد مثلا خانوما نمیتونن حضور داشته باشن، یه سری اصلا 20 به بعد مثلا کار تازه کارشون شروع میشه چون بین المللی دارن کار میکنن. دقیقاً. خب خیلی اقدامات عجیبیه، چیزاییه که هیچ درکی نیستش پشتش، یه حالت کاملا دستوری داره که خب آدم هیچ همزاد پنداری نمیکنه که چرا مثلا این اقدامات صورت میگیره در شرایطی که امید دادن مهمترین چیزه و مهاجرت بسیار گسترده ای حالا توی صنف ما که خب شاهدش هستیم، صنف‌های دیگه هم میشنویم که داره اتفاق یک گزارشی رو این هفته که گذشت فایننشنال تایمز منتشر کرده بود که ما توی فردا اقتصاد هم در واقع به اون پرداختیم. گزارش در مورد این بود که کشورهای عربستان و امارات سرمایه‌گذاری گسترده‌ای رو برای خرید تراشه‌های هوش مصنوعی انویدیا که حالا تصویرش هم تو بک‌گراند داریم
دارن انجام میدن تراشه‌های جدیدی که خود شرکت انویدیا رو اصلا 1 تریلیون دلاری کرد. در موردش هم تو همین برنامه با تو خیلی صحبت کردیم که اصلا اهمیت این تراشه‌ها برای صنعت هوش مصنوعی چیه. خلاصش هم این هستش که خب امارات و عربستان تصمیم گرفتن که به نوعی روی درآمدی که ناشی از افزایش قیمت نفت توی سالهای اخیر بوده رو بیان تو حوزه تکنولوژی، به خصوص تو حوزه هوش مصنوعی. هر کدوم هم برنامه‌های خودشون دارن، هم رو تالنت‌ها و استعدادها دارن کار میکنن، هم از طرف دیگه روی در واقع توسعه سخت افزاری اون که وابستگیشون رو به چین و آمریکا، چیزی که تو عینش تو مقاله فاینانشال تایمز اومده، رو کم بکنه. به نوعی دارن اون استراتژی که حالا مخالف اون کاری که ما تو ایران داریم انجام میدیم، یعنی ما داریم همین آدما رو هم خودشون میدن به سمت همین امارات و عربستان، و اونها ولی دارن قشنگ این استعدادا رو جذب میکنن از کشورهای مثل ایران، از چین بره. که اونم باز تحت تحریم آمریکاست و نمیتونه استعداداشون در واقع تو آمریکا یا تو این حوزه های های تک در واقع درس بخونن یا اقامت بگیرن. و دلم میخواد در مورد این تراشه ها صحبت کنیم. اهمیت این تراشه های انویدیا چی هستش که اینقدر همه کشورها الان، حالا کشورهایی که حالا به این در واقع فکر افتادن، دارن توش سرمایه گذاری میکنن؟ ببین دو تا در حقیقت نو تکنولوژی هستش که خب الان جی پی او ها که عمدتا در حقیقت پادشاهش انویدیا هستش توی دنیای تک، و تی پی او ها که مال گوگله که خب البته خب خیلی سهم کمتری رو داره، اما انویدیا انقدر داره بزرگ میشه که خب حتی خیلی خود امریکا وحشت داره میگیرتشون که خب یه شرکتی انقدر مونوپول بازار رو داره به دست میگیره. و خیلی حتی آدمایی که تو دنیای تک هستن دارن میگن دنیا این دولت باید یه ذره دخالت بکنه تو بحثای آنتی تراستی و اینهاش، یا اینکه بتونه یه مقداری سرمایه گذاری بکنه که یه مقداری کنترل بیشتری داشته باشه روی این موضوع. حالا اینی که خب کشورهای عربی اطراف خودمون دیدیم که چطور دارن سعی میکنن که اون سرمایه گذاری که هستش و پول نفتشون رو بیان تبدیل بکنن به یه مقدار آینده نگرانه تر ببینن. قبلا دیدیم مثلا توی تسلا چقدر سرمایه گذاری داشتن اینها، و خب یه تصور اشتباهی هم توی کشور توی بقیه شرکت های استارتاپی هست. بله بله. شرکت های سرمایه گذاری مثل سافت بانک. بله. مثلا و ویژن فاند، صندوقی که مال سافت بانک، چقدر اینا سرمایه گذاری کرد. میونه حرفت این تراشه ها رو میشه یه در توضیح بدی تو که حالا تو هوش مصنوعی هم خواهش میکنم مسلطی، این تراشه ها دقیقا چه اهمیتی دارن و باهاشون چی کار میشه کرد؟ این به اصطلاح این جی پی او ها الان میگن کارنسی دنیای یا ارز رایج دنیای تکنولوژی شده، چون برای ترین کردن و تربیت مدل های هوش مصنوعی بزرگ شما احتیاج به میزان زیادی از این جی پی او ها داری. مثلا دقیقت شرکت اگر اشتباه من اوپن ای آی شنیده بودم که چیز در حدود 1000 تا از در واقع این تراشه ها رو برای تربیت یا لرنینگ جی پی تی 3 در واقع استفاده کرده. بکش در حقیقت مایکروسافت هستش که سرمایه گذاری 10 میلیاردی که روی اوپن ای آی داشت و زیر ساخت آژورش رو در اختیارش قرار میداد، یا شرکت استبیلیتی که استبل دیفیوژن و اینها رو کار میکنه، یه چیز اولش مثلا 40-50 میلیون دلار فقط سخت افزار جی پی یو که از انویدیا تهیه کرده. یا ما توی برنامه‌های قبل تکشاخ در مورد شرکت اینفلکشن ای آی صحبت کردیم که سرمایه گذاری 1.5 میلیارد دلاری روش انجام شد، که خب خیلی چیز عجیب غریبیه. و عمده اینها تقریبا مثلا یه همچین سرمایه گذاری که انجام میشه، مثلا چیز بالای شاید 70% میره صرفا برای سخت افزار. یعنی یه مقداری تغییر کرده اوضاع سرمایه گذاری از اینکه حالا مثلا حتما یادت هستش دورانی که خیلی گروس های وحشتناکی شرکت ها پول های زیادی خرج میکنن، سرمایه گذاریشون از اون جنس بود، مثلا شرکت های مثل اوبر و وی ورک و اینها که سرمایه زیاد جذب میکردن میریختن توی بازار که بتونن سهم بازار بگیرن. الان بیشتر اون سرمایه گذاریه که توی این اوزار داره انجام میشه میره سمت زیرساخت و تهیه جی پی یوی که هست. حتی فکر کنم جلسه قبلمونم این جی پی او قرار هستش که در آینده نقش محوری توی ارائه سرویس های جدید داشته باشه. قطعاً برای ترین مدل ها استفاده میشن که هر کدومشون ارزش های خیلی خیلی زیادی رو میتونن خلق کنن. مثلا نزدیک خودمون شرکت دانشگاه امارات LLM فالکون رو که دقیقاً توی همین گزارش هم کامل بهش اشاره شده بود
این فالکون یه پلتفرم در واقع متن بازی هستش، بله. که اماراتی ها حالا با حمایت دولت امارات داره این کارو میکنه، که اتفاقا با رنک خیلی خوبی هم تو پرفورمنسش داره الان. و خب ببین یه دوره‌ای سیلیکون ولی خیلی محوریت داشتش. من یه پادکستی بودش از اعضای تیم، حالا یه پادکستی هست به اسم آل این، که اومده بودن خودشون امارات و خودشون مونده بودن که ما تو سیلیکون ولی الان یه مقداری حالا محافظه کار شدن راجع به ای آی و اینها، بحث سیفتی و اینها، اینجا چقدر دارن سمت پیشرفتش میرن و تداعیگر مثلا چند ده سال پیش سیلیکون ولی بود براشون یه جوری امارات. خود مارک اندرسین که یکی از همبنیانگذاران صندوق سرمایه گذاری اندرسین هورویتس هست، که یکی از مشهورترین سرمایه گذاری استارتاپی هستم، اتفاقا اومده توی همین پروژه فالکون یا به شاهین میشه بله. اومده سرمایه گذاری کرده و این نشون میده که چقدر هم برای خود سیلیکون ولی هم جذابه که اصلا خیلی واقعا جای افسوس داره وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که در نزدیکی ما در امارات داره چنین پیشرفتی میکنه و ما چی کار داریم میکنیم. اونا هم همینو دارم، مثلا همین مارک اندرسنی که اشاره کردی یه حالا به اصطلاح خودشون موومنتیه به اسم effective acceleration که میگن که ما نباید انقدر محافظه کار باشیم، چیزی که الان تو آمریکا پیش اومده با اون جنبش های ووک و ایناشون، ووکیزم مثلا چیز دارن که خیلی محافظه کار شده همه چیزشون، یا نه سریع باید بریم جلو، سریع بایستی فتح بکنیم. و الان اون روحیه رو دارن توی جستجو میکنن توی کشورهایی که به قول خودشون کشورهایی که سبک استارتاپی داره اداره میشه، سبک استارتاپی داره جلو میره، که الان خود عربستان تقریبا یه همچین فضایی رو به خودش گرفته، امارات به شدت این فضا رو گرفته و حالا کشورهای دیگه قطر و عمان و اینها کمتر. یک بخش دیگه‌ای هم که توی هفته پیش در واقع یه خبر دیگه‌ای که بهش هم توی فرد اقتصاد بهش پرداختیم هم خیلی سر و صدا کردیم بود که به تو بخش تولید، به خصوص تولید کارخونه‌ای اون در واقع منظورش بود، یه شیفت بزرگ یا یک در واقع حرکت بزرگی از سمت چین به کشورهای دیگه داره صورت میگیره، یعنی چین دیگه اون کارخونه بزرگ جهان به شکلی دیگه نیست، یه جوری مزیتشو داره از دست میده، نه که الان از دست داده، هنوز خیلی در واقع مزیت‌ها داره و همه شرکت‌ها هنوز تو چین هستن، ولی همونطور که توی تصویر هم می‌بینیمش در واقع مثلا تو بخش تولید تلفن همراه یه سهم قابل توجهی رو داره به هند میده و خیلی از شرکت‌ها از جمله مثلا اپل دارن در واقع میرن توی هند در واقع تولید میکنن، حتی شرکت‌های چینی مثل خود شیائومی اینا نگاه میکردم که اونها هم تولیداتشون بیشتر هست. یه مزیتی که برای این موضوع در واقع کشورهای دیگه نسبت به چین دارن، به خصوص کشوری مثل هند، اینه که سیاست‌هایی که دولتشون برای توسعه تولید و دادن در واقع مشوق‌هایی برای بحث تولید نسبت به چین داره، خیلی اونها رو داره متمایز میکنه و دارن سهم میگیرن از چین. بله، الان تقریبا همه کشورها عزمشون رو جذب کردن واسه توسعه دیگه. آره واقعا، و این خیلی جالبه که حالا اگه مثلا نگاه میکنیم میبینیم که این چین خب واقعا رشدش از دهه 70 80 هم شروع شد، موقعی هم رشد کرد که اتفاقا از یک فاز اقتصاد کمونیستی به سمت یک اقتصاد باز حرکت کرد بخشی از این کشور، و اونجایی که این حرکت رو انجام داد چقدر موفق بود، این دلیل موفقیت چین توی اقتصاد بود، وقتی که اومد سرمایه گذارا رو براش قوانین جدیدی گذاشت، وقتی که اومد برای در واقع شرکت‌های تکنولوژی رو آورد، زیرساخت‌های خود داخل چین رو توسعه داد که خیلی برای انتقال تولیدات صنعتی براش خیلی موضوع مهمیه و اساسی هستش، و همه اینها چین رو به یک قدرت تبدیل کرد. ولی الان خب به دلیل سیاست‌هایی که در پیش گرفته توی سال اخیر خیلی در واقع افت کرده. در مورد بگوید اما این نکته بحث نیروی کار ارزونی که خب خیلی داره اصلا چین با اون رشد کردش، یه بخشی هم هوش مصنوعی خیلی روی این موضوع تاثیر خواهد گذاشت که عملا شما با
سیستم‌های روبوتیکی که مبتنی بر هوش مصنوعی هستن بتونی خیلی دقیق کارها رو انجام بدی و مزیت تولید و به شدت کاهش بدی. الان هستن اتفاقا ایرانیایی هستن آقای سامان فرید که اصلا این شرکتی داره که فکر می‌کنم که وای کامبینیتور هم سرمایه گذارش بود که اصلا کارشون اینه که ربات‌های جنرالیستی تربیت می‌کنن که بتونه کارهای کارخونجات رو انجام بده. وقتی یه توی رباتی داشته باشی که بدون خستگی، بدون اینکه کوچکترین جایی دقتش کم بشه، بتونه کار یک نفر رو انجام بده. ماهیانه حقوق نمیگیره. یه بار اولش یه پولیش رو میدی میخریش تموم شد. بله. حالا فکر کن چقدر هزینه تولید کنه. من خیلی الان دوست دارم در مورد این، چون دیروزم با بچه‌ها صحبت می‌کردم، در مورد خود علی تسلیمی که الان حواسش نیست به موبایلش اون پشت، در مورد اینکه تاثیر هوش مصنوعی بر نیروی کار در آینده اقتصاد دنیا چی میتونه باشه، چقدر میتونه سهم بگیره از در واقع اون مثلا ما همواره افزایش جمعیت رو به عنوان یه مزیت تولید به عنوان اون در نظر میگیریم، در حالی که هوش مصنوعی عملا داره اون جایگزین میشه برای اون نیروی کار در آینده، حتی تو بخش مهمی از نیروی کار. در مورد اینم بعدا دوستان صحبت کنیم. همکارم شادی آذری توی فردا اقتصاد در واقع یه تحلیل اول روی همین بحث گوشی‌های هوشمند تایید کرده، اگه موافق باشی اینو با هم ببینیم بریم و بیایم. اخیراً شنیده میشه که تولید کنندگان بزرگ گوشی‌های هوشمند در دنیا دارن از سمت کشور چین به سمت کشور هند حرکت میکنن. شادی آذری اینجاست که برامون بگه آیا این گفته صحت داره یا نه. گوشی‌های هوشمند جهان کجا تولید میشن؟ آمار نشون میده کشور چین که در سال 2016 سهم 74% در تولید گوشی‌های هوشمند جهان داشته، در سال 2022 سهمش رو به 65% رسونده و در سال 2023 2% هم کاهش پیدا کرده و به 63% این سهمش رسیده. اما به نفع کدوم کشور؟ هندوستان که در جایگاه دوم قرار داره در سال 2016 سهم 9% داشته و در سال 2022 این سهم رو به 17% ارتقا داده و در سال 2023 سال جاری همون 2% رو که چین از دست داده هندوستان نصیب خودش کرده و سهم خودش رو به 19% ارتقا داده. ویتنام در جایگاه سوم سهمش ثابته و طی این سالها 11% بوده. سایر کشورها هم 6%، 7% و امسال هم 7% هستن. علت این تغییر از چین به هندوستان در واقع اینجور گفته میشه که نیروی کار در چین داره دستمزد بیشتری دریافت میکنه و هندوستان هم تونسته در صنعت مونتاژ نامی برای خودش کسب کنه. تاکسی اینترنتی در طول سالهای اخیر که توی ایران مشغول به کار بودن و به نوعی یک تخریب خلاق توی صنعت حمل و نقل ایجاد کردن، تو بعضی حوزه های حمل و نقل تا حالا ورود نکرده بودن. این هفته که گذشت خبری اومد که شرکت تپسی روی سرویس مدارس کار میکنه. میخواییم با آقای احسان نصر مدیر عملیات تپسی در این مورد صحبت کنیم یا مقدار در مورد این موضوع بیشتر ازشون بپرسیم. آقای نصر سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. سلام، وقتتون بخیر، متشکرم، امیدوارم شما خوب باشین، در خدمتتون هستم. موضوع سرویس های مدارس یه چالش عمده حالا توی حوزه حمل و نقله، به خصوص برای پدر مادرها معمولا نزدیک که میشن به فصل تحصیل. تپسی چطور این چالش رو در واقع میخواد حل بکنه و چطور این برنامه رو براش این برنامه رو بعد از سالها حالا بعد از فعالیتش سراغ همچین موضوعی اومده؟ بله، من دوست دارم که قبل از اینکه حالا جواب این بخش سوال شما رو بدم یه مقدمه ای بگم اصلا که چی شد ما به این فکر افتادیم که به حوزه در واقع حمل و نقل مدارس و حمل و نقل دانش آموزان ورود بکنیم. خب اولا که حالا شما فرمودید واژه جالبیه، تخریب خلاق، ما بهش میگیم بالا بردن در واقع بهره وری توی حوزه حمل و نقل. تاکسی آنلاین کاری که انجام دادن این بوده. توی خب بخش‌های مختلف حمل و نقل همین در واقع کاستی‌هایی که وجود داشته یا عدم بهره‌وری‌هایی که وجود داشته یا راندمان پایینی که وجود داشته رو میشه روش دست گذاشت و براش برنامه‌ریزی کرد و براش در واقع محصول طراحی و توسعه داد. خب توی حوزه سرویس مدارس از فکر می‌کنم که 4 سال پیش اگر اشتباه نکنم سال 98 بحثش مطرح بود.
خب اون سال ما یک مطالعاتی انجام دادیم، یک کارهای اولیه‌ای کردیم که ببینیم که اگر ما بخوایم به این حوزه ورود بکنیم چه نیازمندی‌هایی سمت ما داره، چه نیازمندی‌هایی توی بازار وجود داره، و مطالعات گسترده‌ای انجام دادیم. کارم کار اساسی بود به دلیل اینکه خب تفاوت‌های بنیادی و جدی داشت با اون در واقع هسته کسب و کار ما، اون کار اصلی که انجام می‌دادیم در واقع رایت هیلینگ، نیاز به مطالعه و در واقع بررسی زیادی داشت. خب ما به سمتش خیز برداشته بودیم. سال 98 اون اتفاقات افتاده، از میانه سال تحصیلی در واقع بحث کرونا پیش اومد و کلن بحث مدارس حضوری به مدت زیادی منتفی شد، و تا سال گذشته هم در آستانه سال تحصیلی هم تا فکر میکنم مثلا اوایل یا اواسط شهریور هنوز قطعی و رسمی مشخص نشده بود که مدارس حتما حضوری خواهند بود توی سال تحصیلی 1401-1402. بنابراین ما در واقع ریسک نکردیم که سرمایه گذاری روی این حوزه بکنیم، حالا سرمایه گذاری فنی و زمانی و مالی و هرچی. متأسفانه امسال دیگه قطعیت وجود داشت با توجه به اینکه یک سال گذشته بود که ما میتونیم دیگه این دفعه به طور جدی روی این حوزه سرمایه گذاری بکنیم. انگیزه و دلیل اصلی هم اینه که خب این سرویس به شکل سنتیش یک سری اشکالاتی داشت که سال گذشته این اشکالات به اوج خودش رسید. دلیلش هم همین بود که خب اون دو سه سال وقفه‌ای که افتاد، اون در واقع چرخی که این سیستم به شکل سنتی داشت میچرخید و هر سال روی یک روالی افتاده بود، و به هر حال حالا با همه وجود کم و کاستی‌ای که داشت یک تعادلی بین عرضه و تقاضاش برقرار شده بود و یک فرمتی در اومده بود، والدین مدارس رانندگان یک همکاری بینشون شکل گرفته بود. خب این پارسال مختل شده، طبق اعداد و ارقامی که ما حالا هم تحقیق کردیم، هم با نهادهایی مثل وزارت کشور، تاکسیرانی و اینها صحبت کردیم، این مقدار بیشتر اطلاعاتمون رو زیاد کردیم. سال گذشته خب این بازار دچار تنش عرضه شده بود، یعنی تقاضا وجود داشت مثل قبل از کرونا، حالا تقریبا شبیه همون قبل از کرونا، ولی خب عرضه‌ای براش وجود نداشت. یه دلیلش همون عدم قطعیت برنامه مدارس حضوری بود که شاید دیر همه به فکر افتادی. دلیلش هم بود که خب خیلی از افرادی که این کار رو انجام میدادن توی اون دو سه سال به حالی فکر به خودشون کرده بودن دیگه، درسته، برنگردند اون کار. من یه سوالی که ازتون داشتم آقای نسیم بود که چرا، حالا یه مقدار جوابتون طولانی شد، ولی حرفم اینه که چالش های زیادی وجود داشت که حالا یه چالش که اشاره کردی، چالش حالا شاید قیمت هستش که قیمت خیلی بالایی حالا در واقع از توان خیلی از مردم خارج بودش برای گرفتن تاکسی، در حالی که خیلی هم سرویس در واقع که خیلی هم مؤثر بود. ولی چالش‌های دیگه‌ای هم وجود داره که الان ممکنه شما باهاش مواجه باشید. پیدا کردن یه راننده امن برای سرویس مدارس اولویت برای والدین اون بچه‌ها. شما این مشکل چالش امنیت رو الان چطوری حلش می‌کنید برای اون والدین؟ بله دقیقاً درست فرمودید. یکی از چالش‌ها بحث قیمت بود که خب قیمت متأثر بود از اون نکته‌ای که من اشاره کردم سال گذشته، چون این بازار به شدت آندر ساپلای شده بود، باعث شد که قیمت‌ها به طرز عجیب و غریبی بالا بره توی حمل و نقل دانش آموزی، و به قول شما خیلی از خانواده‌ها در واقع از عهده این کار بر نمی‌اومدن و منصرف شدن از بحث سرویس، راه‌حل جایگزین شاید براش پیدا کردن. یک بخشش همینه. خب ما در واقع به ناوگان خیلی بزرگی متصل هستیم، ما حالا در شهر تهران که امسال داریم بحث سرویس رو برای اولین بار توش انجام میدیم، ما چند صد هزار راننده ثبت نام شده و فعال داریم توی سیستممون، که در واقع یک امکان خوبی رو به ما میده که به اونها بتونیم در واقع این کار رو پیشنهاد بدیم. در مورد به طور خاص اطمینان بخشی برای حالا هم خودمون هم خانواده هایی که در واقع میخوان این سرویس رو استفاده بکنن، در مورد وضعیت راننده خب یک سری سازوکارهای حالا قانونی یا دستورالعمل‌هایی که از قبل وجود داشته تو حوزه سرویس مدارس وجود داره که خب ما خودمون رو ملزم به رعایت اونها میدونیم، که من دقیق اشاره میکنم چی هست. علاوه بر اون سازوکارهایی که وجود داشته از گذشته که ما رعایتش میکنیم، یک سری در واقع فیلترهای دیگری رو خود تپسی اعمال میکنه. فیلترها چیه؟ خب از نظر اون سازوکارهای موجود بحث گواهی سلامت رانندگان هست، حالا شامل آزمایش عدم اعتیاد و یک سری آزمایش‌های سلامتی که باید انجام بدن قبل از اینکه وارد این سرویس بشن، بحث استلام سوابق و سوء پیشینه‌شون هست. اینا رو یعنی اضافه بر اون چیزی که
آقای نصب ببخشید، اینا رو اضافه بر اون چیزی که الان از رانندگان فعلیتون دارید اخذ میکنید از اون رانندگان؟ بله، اینا چیزایی که در صورت سنتی برای سرویس مدارس الزام هست، ما اینها رو داریم، در واقع اینها رو اضافه کردیم به پروسه برای بحث سرویس مدارس. یعنی دقیقاً اون چه که در حوزه گزینش راننده در سیستم سنتی وجود داره رو ما انجام میدیم. علاوه بر اون خب ما احتمالاً میدونید دیگه تپسی یک سیستم NPS داره که در واقع امتیازدهی به رانندگان بعد از هر سفر اجباری است. خب این باعث شده که در طول 7 سالی که ما توی تهران داریم فعالیت می‌کنیم، یک بیگ دیتا، یک مجموعه عظیمی از داده‌های هیستوریکال ما از راننده‌هامون داریم، از کیفیت سرویس دهیشون، رفتارشون، کیفیت رانندگیشون، کیفیت خودروشون، الی آخر فیدبک‌هایی که از مسافرین دریافت شده در طول این سال‌ها. ما علاوه بر اون فیلترهای الزامی قانون در خصوص سرویس مدارس، فیلترینگ هیستوری و MPS راننده تو سیستم خودمون رو هم اعمال میکنیم روی گزینش راننده ها که اطمینان خودمون و خانواده ها رو به حد اکثر برسونیم که راننده ای که داریم در واقع توی این سرویس به کارگیری میکنیم، چه به لحاظ شرایط خود رو، چه به لحاظ شرایط خود راننده، باز تکرار میکنم شامل رفتار و نحوه رانندگی و هر نوع سوابقی که ما ازش داشته باشیم، اینا رو در واقع توی فیلترینگمون اعمال میکنیم، این شده ای رو روی این سرویس اختصاص میدیم. اینطوری بهتون بگم که احتمالاً یک درصد خیلی کوچکی از اون چند صد هزار راننده‌ای که ما توی درایور پولمون داریم شرایط در واقع سرویس دهی به عنوان سرویس مدرسه رو احراز خواهند کرد. بسیارم با وسواس و با دقت این کار انجام میشه. یه سوال آخری هم که ازتون داشتم این بود که در واقع آیا راننده ها تغییر میکنن برای یا یه راننده ثابت برای سرویس در واقع در نظر گرفته میشه؟ دقیقاً برخلاف سرویس سنت، سرویس کلاسیکمون در واقع سنتی که نه، رایت هیلینگ کلاسیکمون که آن دیمند هست و در لحظه تعیین میشه راننده کی باشه، خیر، در مورد سرویس مدارس ما در واقع ابتدای هر ترم، حالا ممکنه تا پایان سال تحصیلی هم ثابت بمونه، تو بعضی از کیسا ممکنه مثلا توی ترم دوم مچینگی که انجام میدیم تغییر کنه. ما در واقع تقاضاهایی که از سمت دانش آموزان و والدین هست رو میگیریم، رانندگانی که شرایط رو پاس کردن و در واقع انتخاب شدن برای سرویس رو میگیریم، یک مچینگ انجام میدیم و این مچینگ تغییر نخواهد کرد. راننده سرویس فرزند شمای نوعی تا پایان ترم اول تحصیلی حداقل ثابت خواهد بود و با احتمال خوبی تا پایان سال تحصیلی. خیلی ممنون از آقای احسان نصر، مدیر عملیات تپسی، که این توضیحات رو در مورد این سرویس جدید تپسی به ما ارائه دادن. مرسی از شما. خب بریم یه بخش کوتاهی رو فرصت بگیریم تا موقعی که علی تسنیمی از پشت ستون بیاد بیرون و برگردیم، بیایم سراغ یه گفتگوی دیگه این برنامه. در مورد بحث خودروهای خودران، یه چیزی در حدود شاید بیش از 10 سال هستش که زیاد در موردش میشنویم، میبینیم و خبرهای مختلفی داره منتشر میشه. حالا واقعا بعد از این مدت، این همه سال، چه تغییری کرده؟ چه اتفاقی برای این صنعت افتاده؟ مشتبه تو خودت دو زمینه هوش مصنوعی داری کار میکنی، کلن تصویرت از صنعت خودروهای خودران چیه؟ چقدر به نظر این صنعت رشد یافته است؟ چقدر فاصله داریم با اینکه اصلا سواری خودروی خودران بشیم؟ البته میدونم فاصله ما بیشتره، از کجاش مهماره؟ تو یه تصویری به ما میدی، حالا تو زمینه هوش مصنوعی هم خودت کار کردی، خیلی از این صنعت به توسعه هوش مصنوعی هم وابسته است. جزء صنایعیه که مهمترین کارکردهایی که از هوش مصنوعی میشه گرفته. شرکت‌های مختلفی تو این حوزه فعالیت دارن، از شرکت خود مهمترینش شاید الان تسلا گرفته که روی پروداکشن داره عرضه میکنه این آپشن رو، یا شرکت هایی که حالا حالت استارتاپی داشتن مثل کروز که جی ام اومد خریدشون، یا شرکت هایی که اپروچ های دیگه ای رو گرفتن مثل کامادات ای آی که یک دقیقاً گجتی رو اضافه میکنی به ماشینی که قبلا داری، ممکنه حالا ماشین های مختلفی که حالا ساپورت میکنن اون سیستم رو. یکی از دیسراپتیو ترین صنایعی هستش که در سالهای آینده اگر بیاد و جزی از زندگی روزمره بشه، واقعا خیلی چیزا دیسراپت میشه. و خود این صنعت تاکسی‌های اینترنتی ممکنه دیسراپت بشه، چون ممکنه راننده های مختلف دیگه اصلا راننده ای نیستش، اصلا خودشون رفتن سمتش. یعنی اوبر یکی از شرکت هایی بودش که رفتش سمتش، چون اصلا کلا این بحث رایت شیرینگ حالا تو ایران یه مقداری حالا
غالبا استیبل شدن، اما تو حالت بیزنس مدلش بیزنس مدل سختیه و به سوددهی رسید. مثلا اوبر همین امسال تازه سوددهی شد، اولین سوددهی فصلش بود. و یکی از چیزایی که خب غالبا خیلی کمک میکنه این بحث است و خیلی جاها دیسراپت میشه، یعنی ببین کلا اونرشیپ و مالکیت خود رو یه ذره معنیش رو از دست میده. این اصلا نیازی نیستش این کار رو بکنی، خودرویی داشته باشی. تو اشل شهری تخمینایی که زده میشه اینه که 20% فضای شهری الان داره به پارکینگ اختصاص داده میشه و این وقتی عملا مالکیت خودرو از بین میره، 20% شهر آزاد میشن، میتونه به محل مسکونی تبدیل بشه که میدونی که خیلی دیگه پارامترا میاد و تغییر میکنه. و الان چیزی که هستش، حالا جالبش اینه، همین الان تکنولوژی که توی حالا مثلا مثال بزنیم مثلا تسلا هستش، توی آمار و ارقام نگاه بکنی و آماری به موضوع نگاه بکنی، رانندگی بهتری از انسان داره. اما خب مثلا میبینی یه جو این اختلاف نظر وجود داره، کسایی که مخالف این صنعت هم میگن که در واقع این صنعت در واقع میتونه در واقع آسیبای امنیتی زیادی داشته باشه، موافقانش تقریبا که تو باشی جزشون و من. این همون ماجرای ایکیه که اشاره کردیم که میگن که باید بریم و ببین. یه چیز جالبی که هستش، الان ما خیلی راحت همون بلیط هواپیما میگیریم سفر میکنیم، میرنی اون موقعی که تازه داشتش هواپیما جا میافتاد اگر آمارش رو نگاه بکنی اصلا از هر چند تاش یکیش میافتاد حتما. اما خب رفتن سمتش، اینو قبول کردن، انقدر محتاطانه موضوع نگاه نکردن و خب الان خیلی راحت داریم هممون سوار میشیم. من یک گفتگویی رو با علیرضا کاشیان، یکی از متخصصان در واقع حوزه در واقع نقشه جغرافیا و بحث‌های تکنولوژیک تو ایران هم تهران داتا رو در واقع کار کرده بود و پروژه‌های استارتاپی زیادی داشت و اخیراً هم به یکی از این استارتاپ‌های در واقع خودران حالا مهاجرت کرده و رفته اونجا داره کار میکنه. گفتگوی انجام دادم، اگه موافق باشی اینو با هم ببینیم و بعد برگردیم برای خدافظی. مرسی علی. مرسی. سلام عرض می‌کنم به علیرضا کاشیان عزیز، دوست قدیمی و یکی از بچه‌های خیلی متخصص تو زمینه تکنولوژی، از بچه‌های قدیمی حوزه تکنولوژی توی ایران هستی علیرضا و سال‌ها هم تو ایران استارتاپ‌های مختلفی رو داشتی. اون نقشه تهران رو خب هممون یادمون هست و همطور استارتاپ‌های دیگه‌ای که کار کردی. خوشحالم یه بار دیگه می‌بینمت، هرچند الان در سیلیکون ولی هستی و مشغول به کار هستی و اونجا داری کار میکنی. یه مقدار صحبت بکن ببینیم چی کار داری میکنی توی این مدت 2 سال خورده‌ای که دیگه کلن رفتی از ایران. سلام، منم ممنونم از اینکه شهرام من رو در مصاحبه خودتون قرار دادین. من راستش فکر کنم خیلی کوتاه بگم که حدود 1.5 سال پیش در حقیقت مهاجرت کردم به اینجا و در ایران. خب من حوزه فناوری اطلاعات سالها کار کرده بودم اینجا. خب بر اساس پیشینه‌ای که داشتم روی ماشین‌های خودران و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی مرتبط با اونها بیشتر علاقه‌مند شدم و کم کم جذب یکی از کمپانی‌هایی که در همین زمینه فعالیت می‌کنن اینجا شدم. بسیار عالی. علیرضا، دوست دارم در مورد همین بحث خودروهای خودران باهات صحبت بکنم و حالا خب تو خودت الان دیگه توی صنعت هستی و خیلی میتونی بهمون یه تصویر دقیق تری از این صنعت بهمون بدی. از حدود 10 سال پیش حالا ما بحث خودروهای خودران خیلی جدیتر توی فضای تکنولوژی میشنیدیم، خبرها مختلف، مقالات مختلف، آزمایش‌هایی که حالا شرکت‌های مختلف مثل اوبر، گوگل، اینها همه انجام دادن و بعد مجوزهایی که کم کم شهرها و کشورها برای آزمایش و استفاده از این خودروها داشتن. یه در واقع تصویری الان از وضعیت فعلی حوزه خودروهای خودران بهمون میتونیم بدیم؟ بله حتما. خب معمولا مردم یا افرادی که خب این موضوع رو تازه اولین بار میشنن، شاید تسلا رو به عنوان یه شرکت پیشگام که اولین خودروهایی که
مدعی بود که در حقیقت در سطح بالا دارای تکنولوژی خودرانی هست رو روانه بازار کرده. خب از اون زمان یک دهه بود، نزدیک به یک دهه گذشته و به مرور زمان علارغم این که پیش بینی میشد که شاید در طول حتی 2-3 سال آینده بعد از اومدن اولین ماشین های تسلا شاهد گسترش بسیار روزافزون اونا باشیم و خیلی پیش بینی ها این بود که تا چند سال آینده کلا شرکت های خودروسازی دیگه ماشین های عادی تولید نمی کنن. حتی تا پیش بینی های سال 2020 بود، ولی خب این اتفاق رخ نداد و با اینکه حالا تسلا به عنوان یکی از شرکت های پیشگام در امریکا این کار را انجام داد، شرکت های متعدد دیگه هم به این حوزه وارد شدن، سرمایه گذاری کردن، ونچر کپیتال ها و شرکت های وی سی اینجا سرمایه گذاری گسترده ای رو حوزه ماشین های خودران انجام دادن. ولی چیزی که به حال کم کم از حالی از ابر و ابهام خارج شده، الان حدودا شرکت ها میزان سطح پیچیدگی اجرای ماشین های خودران رو تا یه حدودی لمس کردن. اوایل شاید 10 سال پیش شبیه نگاه کردن به یه فیلی بود که در تاریکی فقط به ناخونش نگاه میکردن و حجم مشکل رو نمیتونستن راحت تحلیل کنن. اما الان شرکت هایی که به خصوص تو این زمینه فعالیت میکردن، بعضیاشون حتی تصمیم گرفتن فعالیتشون متوقف کنن به خاطر حجم پیچیدگی بالا و میزان سرمایه گذاری مورد نیاز که بتونن از اون پیچ بسیار سخت فنی عبور کنن. این ما سال گذشته 2-3 تا از استارتاپ های خیلی معروف که چند صد تا پرسونال هم داشتن رو داشتیم که تعطیل شدن، مثل شرکت آرگو، و خب این خیلی سر صدا کرد در اینداستری و خیلی ها میگفتن که احتمالاً این صنعت از بین میره به خاطر اینکه تعدادی از استارتاپ ها هم نتونستن روی پا دوام بیارن، ولی خب به همین شکل رفت جلو و اخیراً همین هفته گذشته اتفاق بسیار بزرگی تو صنعت خودران افتاد و اون که شرکت ویمو و کروز، دو تا شرکت مطرح که ویمو رو در حقیقت شرکت آلفابت یا همون گوگل که ما میشناسیم سرمایه گذاری کرده و شرکت کروز که سرمایه گذار اصلیش جنرال موتورز، اینها تونست از کمیسیون شورای شهر در سان فرانسیسکو مجوز اپریشن بگیرن. البته چندین سال بود اینا در حال انجام مجوز پایلوت داشتن که مسافرهای نمونه رو جابجا کنن، ولی مجوز در حقیقت کامرشیال نداشتن که در ابعاد بزرگ همه مسافرها رو جابجا کنن. این بود که این با صدور این مجوز در حقیقت خیلی در حقیقت صنعت ماشین‌های خودران خودش رو ناگهان مجددا بولد کرد و خب به حال اونها رو شرکت روبوتاکسی هستن اصطلاحاً که مسافرها رو میرندن یک جایی سوار میکنن به یه نقطه مقصد میرسونن و اگر خب این طرح موفق باشه ما شاهد خب خیلی تغییرات بسیار گسترده‌ای حتی در حوزه اقتصاد ترانسپورتیشن در سطح امریکا خواهیم بود، به خاطر اینکه شرکت های دیگه هم هستن که روش های سنتی رو دنبال میکنن که داشتن راننده است مثل لیفت و اوبر، ولی خب با اومدن این جور فناوری‌ها احتمال داره نوع طراحی بیزنس مدل اونا هم تغییر کنه. به چالش‌ها اشاره کردی، دوستانم یه مقدار در مورد حالا در واقع ویدیویی منتشر شده بود از یه پلیسی که یه خودروی خودران رو در واقع متوقف کرده بود و نمیدونست که مثلا با کی باید حرف بزنه در مورد حالا تخلفی که اون خودرو کرده بود و اینا. این چالش هایی که بهش اشاره میکنی چی هاست و مهمترین هاشو میشه به هم بگی مثلا کجا چه چالش هایی وجود داره به جز حالا چالش قوانین که احتمال بله در موردش خیلی میدونیم؟ بله حتما. البته حوزه صنعت ماشین های خودران معمولا به 2-3 بخش مختلف تقسیم شده، از جمله ماشین هایی که هدفش جابجایی مسافره شبیه ویمو و کروز که اشاره کردم و شرکت های باز خودرانی که هدفشون جابجایی کالا در مسافت‌های اندکه مثلا داخل محیط شهری و مثلا ماشین‌های کوچیک مثل ون یا کامینت‌های کوچولو و بعد ماشین‌هایی که لانگ هال هستن، یعنی دیگه از یک شهر به یه شهر دیگه بار رو جابجا می‌کنن مثل تریلرها و تراک‌های بزرگ. اینها هر کدوم تعدادی از شرکت‌ها فوکس شدن روی یکی از این مسیرها
و تلاششون رو گذاشتن برای حل مشکلات و معماهای اون موضوع. خب روبوتاکسی چون خیلی جذابتر بوده و خیلی احتمال داشته اصطلاحاً ریترن آن اینوستمنت خیلی سریعتری داره بالا از اینکه بتونی سرمایه گذار نتیجه ببینه، خب اونا خیلی مورد توجه قرار گرفتن. ولی الان در طول این 5 سال اخیر مثل شرکت ما که حالا تو زمینه مید مایل کار میکنه، یعنی بود مسافت کوتاه مثلا زیر 100 مایل یا همون 150-60 کیلومتر توی اون بود کار میکنه، خب این شرکت ها دارن جون میگیرن و دارن فعالیت میکنن، به خصوص که اگه اینها بتونن موفق بشن تغییرات جدی تو صنعت لوجستیک ایجاد میشه. حالا از من پرسید در مورد چالش هایی که یا اون چالش هایی که در حال این شرکت ها باهاشون روبرو هستند. بحث اصلی چالش برانگیز این سیستما نبود یه دانش کامل و فراگیر در خصوص تمامی حالت های ممکنه که امکان داره یه خودرو با اون روبرو بشه. البته ناگفته نمونه شرکت های مثل ویمو یا کروز سالهاست در حال جمع‌آوری اطلاعات از سطح جاده های امریکا هستن، به قولی خودشون میگن 2 میلیون مایل رانندگی کردن با خودرو و داده برداری کردن و سیستم های در حقیقت هوشمند AI و ماشین لرنینگ و اینا رو مدل های خیلی خوبی ازش ساختن و سیستم ها رو ترین کردن. با همه این پیشرفت های بسیار چشمگیر همچنان ما دچار مشکلاتی تو حوزه فنی هستیم، از جمله مشکلاتی در زمینه سناریوهایی که پیش میاد. مثلا در یه جاهایی حالا ما خیلی موضوعات خیلی شاید عام پسند رو شاید تو رسانه ها خیلی مطرح میکنن، از جمله اینکه مثلا ماشین خودران نتونست بین یه آبر پیاده و یک مثلا تیر چراغ اختلاف ایجاد کنه و زده و گفته به جای تیر چراغ میزنن به آبر پیاده. خب اینا بحث مورالیتیش مطرح شد که حوزه اخلاقیات این رانندگی بود که این ربات چجوری تصمیم میگیره، یا موضوعاتی مثل شما که اشاره کردی که پلیس مثلا جریمه میکنه، یا اخیرا من دیدم از همین 2 روزه اخیر که دیدم مثلا کروز اومده بالا کلی ویدیو و تیکه و نکات خیلی ظریفی رو من میبینم که توی سوشال میدیا داره منتشر میشه و مردم فیلم میگیرن، چون الان دیگه ماشینا در حد صنعتی داره توی سطح خیابانای سان فرانسیسکو جابجا میشه و سوژه خیلی خوب شده برای مردم و فیلمایی اومده که قشنگ مثلا ماشین اومده چرا رد کرده، چند تا خانوم من با بچه‌هاشون دارن رد میشن، ماشین به اونها زیاد دامنه ایمنی نمیده، خیلی بهشون نزدیک میشه و بعد میده به راست ازشون رد میشه، که بعضیا گفتن این خیلی هوشمندی این ماشینه که مثل راننده‌های طبیعی مسافرا رو راحت دور میزنه، بعضیا که خب جزء مخالفای ماشین خودران گفتن این نمونه‌ای از خطراتیه که این ماشینا هنوز باش دست به گریبانن و ممکنه در سطح شهر خیلی حوادث ناگوار رو. من فکر میکنم شهران جان اگر بخوام خیلی مقدار جامعه تر بگم، حوزه تکنولوژی در زمینه خودران خیلی روش کار شده، ولی چیزی که امروز در دسترسه شاید 10 یا 20% اون چیزی باشه که واقعا لازمه تا ما به یه سطح از اصطلاحا خودمختاری کامل در خودرو برسیم. و خب من سطح اینم توضیح بدم که ماشین‌های خودران توسط مؤسسات استاندارد چه در امریکا چه در اروپا معمولا به 6 کلاس مختلف تقسیم میشن، که کلاس 0 مربوط به ماشینایی میشه که اصلا کلا هیچ سطحی از خودمختاری ندارن، یعنی کاملا توسط راننده کنترل میشن. کلاس 1 ماشینایی میشن که احتمالاً دارای یه مقدار امکانات راهنمایی به راننده هستن، مثلا توی فرمونشون مثلا چراغای راهنمایی وجود داره که بهشون میگه داری به مانع نزدیک میشی یا هر چیزی. سطح‌های 2 و 3 میره سمت کم کم به تکنولوژی‌های مثل اینکه عبور از خطوط سطح اتوبان رو بتونه تشخیص بده، فرمون شما رو مستقیم نگه داره. سطح 3 که میرسیم به خودروهای مثل تسلا دیگه تا یه حدی اتوماسیون میشه، یعنی راننده میتونه دستش رو از فرمون برداره و به ماشین تکیه کنه، اعتماد کنه. و سطح 4 که خب سطحیه که الان کروز و ویمو اینا مدعیان، در سطحیه که بدون حتی راننده، یعنی عدم وجود راننده در داخل کابین ماشین، سطح 4 که خب سطح بسیار سختیه، یعنی خود تسلا مجاز مدعیان سطح 4 نیست.
و بعد هم میشه سطح های 5 و 6 که خب این آینده است، یعنی باید ببینیم خیلی طول میکشه تا به اون نقطه برسیم، که در سطح 6 انتظار داریم که خودرو تمام مانورهای مورد نظر رو بتونه خودش انجام بده، از جمله که بیاد وارد پارکینگ بشه، مثلا توی پارکینگ طبقاتی پارک کنه، مسافر رو سوار کنه، دوباره برگرده و یه مسیر رو طی کنه که خب بسیار مانورهای پیچیده و سختی هست قطعا، ولی خب انتظارمون اینه که شاید در یک دهه آینده به اون نقاطی مثل سطح 5 و 6 نزدیک بشیم. علیرضا، من خیلی دوست دارم که با توجه به شناختی که تو از حالا فضای تکنولوژی ایران داری، سالها به دلیل تخصصت تو حوزه در واقع نقشه و بحث جغرافیا خیلی کار کردی تو این زمینه و الان هم بر اساس همون تخصص داری توی آمریکا در واقع کار میکنی، بپرسم ازت، خب خیلی هم فاصله نداری از زمانی که از ایران رفتی، فکر میکنی که ما با چه فاصله ای این تکنولوژی رو میتونیم استفاده کنیم و چه زیرساختی رو براش نیاز داریم یا اساسا باید به اون تکنولوژی برسیم؟ حالا فرض کنیم با یه شرایط نسبتا مطلوب اقتصادی اگر حالا پیش بیاد. ببین، زیر ساختایی که معمولا برای راه انداختن یک کمپانی روبوت تاکسی قرار به وجود بیاد تا حدودی الان مشخصه المانش، ولی اینکه تا چه حدش قابل اجرا بشه در کشورهایی که هنوز نظام رانندگی در اونا پیچیدگی‌های خاصی داره، اون خودش اصلا یک معمای بسیار بزرگه مثلا من ایجاد میکنه. در حال حاضر همین شرکت ها که من میگم با سطح چالش بسیار بالا دارن اینا رو در امریکا تازه مجوز گرفتن هفته پیش که این کار رو انجام بدن، اونم بعد از سالها تست و آزمایش. خیلی برام بعضی وقتا خودم فکر میکنم بهش که چطور ممکنه مثلا این ماشین رو با این سطح از تکنولوژی بتونه در ایران که احتمالا راننده ها خیلی قوانین داخل خط موندن و جابجایی بین خطوط رو رعایت نمی کنن، سرعت های مجاز رو رعایت نمی کنن دیگه، یا خیلی جاهایی که نباید یک طرفه برن. من به عنوان مثال بگم، اگر خودرو رفتار غیر طبیعی از سایر ایجنت ها، یعنی همه اشیایی که در محیط در حال حرکت از هم از عابر پیاده، دو شرخه، موتور و ماشین، اگر رفتارهای غیر پیشبینی شده رو بتونه ببینه احتمالا نمیتونه عکس العمل درستی انجام بده، چون معمولا در سیستم های خودرو از پردیکشن و پرسپشن استفاده میشه و اینکه حدس بزنه خودرو که شیء مد نظر چه رفتاری میخواد انجام بده. و همین وقتی ما به یه عابر پیاده نزدیک میشیم، انواع سناریوها رو در حقیقت میبرن توی فضای پلانینگ و اونجا پردیکت میکنن که احتمال اینکه این عابر پیاده رد بشه چند درصده و اینکه اصلا قصد داشته باشه عبور کنه، یعنی جهت حرکت عابر پیاده و اینکه آیا این نیت رو داره که رد بشه رو سیستم محاسبه میکنه. خب این در این حجم پیچیدگی رو خب اینجا حل کردن، مردم نظاممند رانندگی میکنن، ولی در ایران به نظر من یکی از بالاترین عضلات همین نبوده اون فرهنگ ترافیکی مناسبه که قطعا ماشین های خودران حتی اونهایی که به سطح بلوغ بسیار بالایی رسیده در ایران به شدت دچار چالش خواهد شد. اما در رابطه با اگر از فضای فرهنگی و رفتارهای ترافیکی عبور کنیم، موضوع دوم اینفراستراکچر داخل ایرانه. ببین مثلا خیابونا خطکشی مناسب لازم دارن، تابلوهای راهنمای رانندگی باید سر جاهای خودشون مرتب نصب شده باشن و کاملا در معرض دید باشن، نه پشت درخت یا جای پنهان. در مثلا در حقیقت الان مثلا به عنوان نمونه در مانتن ویو، مثلا چون کمپانی هایی که اینجا فعالیت میکنن تعدادشون زیاده، خود اصلا شهرداری اینجا تمام معابر اینجا رو که گستره بزرگیه خیلی سطح نگهداریش رو برده بالا، یعنی از لحاظ رنگ کردن جداول آسفالت ها گرفته تا انواع تابلوهای سرعتگیر یا هشدار دهنده. خیلی برام جالبه که این حجم از علائم راهنما رانندگی وجود داره، ولی خب این به تقاضای شرکت ها بوده، چون اونا میگفتن هر چقدر این علائم بیشتر باشه به ما کمک بیشتری میکنه در تصمیم سازی های لحظه‌ای. خب اینا همش نکات مهمیه که ما باید در نظر بگیم آیا ما این زیرساخت های تمیز رو در ایران داریم یا نه. و به نظر موضوع سومش از زاویه خود تکنولوژی آره، از لحاظ تکنولوژی میتونم اشاره کنم به مسئله مثلا نقشه های
HD یا های دفینیشن که معمولا نقشه HD، حالا من تا اونجایی که در ایران بودم یادم نمیاد شرکتی رو این زمینه خیلی فعالیت جدی یا ملموسی داشته باشه، اما نقشه های دفینیشن در حقیقت برای ماشین‌های خودران برای خیلی از شرکت‌ها فوق العاده ضروری و مهمه. این نقشه ها در حقیقت دارای دقت تا 1 سانتی متر هستن و همه اشیایی که در حقیقت در محیط دومین اپریشن خودرو در زمان عبور از سطح معابر هست رو داخل خودشون اطلاعات دقیقشون رو دارن که معمولا این نقشه ها رو با استفاده از فناوری های در حقیقت ذخیره تصاویر از زوایای مختلف و حتی استفاده از رادار و لایدار استفاده میشه که اونها اسکنرهای لیزری هستن که میتونن اصطلاحا ما بهشون میگیم پوینت کلاد، یعنی یک ابری از نقاط رو تولید میکنن و بعد از روی اون میشه در حقیقت فضا رو بازسازی کرد در حالت سه‌بعدی. با بازسازی اون فضا در حالت سه‌بعدی میشه حالا شروع کرد اجسام و اطلاعات دیگر رو اصطلاحا توی نقشه ها انوتیت کرد، یعنی علامت گذاری کرد که اینجا یه تابلویه، اینجا یه صندوق پستیه، اینجا یه سطل آشغاله و این گوشه مثلا یک نمیدونم پارکینگ یه محل مثلا معلوله. به خاطر همین همه این تیپ اطلاعات داره، نوشته هایی که توی سطح جاده کشیده شده، نوع و رنگ خطوط رو سطح جاده، علائم راهنمایی، همه اینها در داخل نقشه های HD ذخیره میشه. کار بسیار پر زحمتیه، بسیار پر هزینه، ولی خب کمپانی هایی که به حال در زمینه خودران دارن کار میکنن چندین سال شرکت هایی هستن که اصلا در این زمینه دارن فعالیت گسترده میکنن. این خودش یک چالشیه، در حقیقت باید ما شرکت هایی داشته باشیم که قادر باشن این زیر ساخت ها رو اصلا برای بیس پایه حرکت این خودروها در سطح شهر مهیا کنن. البته من اینم نگفته اینم بگذارم که شرکت تسلا جز شرکت هاییه که ادعا داره دیگه از نقشه های HD استفاده نمیکنه، تنها شرکتیه که این ادعا رو داره و اونم به دلیل اینه که آقای آیلون ماسک اعتقاد داره که همونطور که انسان‌ها بدون دونستن نقشه‌ای که دقیقا خودشون کجاست و محیطشون کجاست، ما فقط از طریق دوربین‌ها، یعنی از طریق پردازش ویژن باید قادر باشیم که ماشین رو در سطح شهر تکون بدیم و نیازی است که اصطلاحاً از فرآیند مپینگ و لوکالیزیشن که دو فرآیند شناسایی موقعیت خودرو و تطبیق اون با اطلاعات جغرافیایی استفاده بکنیم. خب این مسئله خودش یک بحثیه دیگه بین شرکت ها که بعضی ها میگن نمیشه، بعضی ها میگن حتما از این راه باید رفت. یه چیزی که داشتم فکر میکردم حالا توی آخر مصاحبه همون این بود که من فکر میکردم همیشه اگر که این شرکت های توسعه دهنده خودروهای خودران خودروهاشون رو توی ایران میآوردن و در واقع تست میکردن، قطعا نتایجی که میگرفتن و میتونستن تو تمام دنیا به خاطر همون فرهنگ ترافیکی که بهش اشاره کردی در واقع بتونن به راحتی استفاده بکنن، چون تقریبا اتفاقی نیستش که در یک مثلا موقعیت توی خیابونهای تهران نیفته، از هر جهت، هر شکل، اشیا، از جانوران، انسانها، اینها توی خیابونها ترافیک ها. علیرضا کاشان عزیز خیلی لذت بردم از تصویری که از خودروهای خودران به ما ارائه دادی، حالا تو این مسابقه کوتاه ازت ممنونم، ما رو آشنا کردی با این صنعت. امیدوارم که حالا یه موقعیت پیش بیاد که تو رو باز برگردی، از اون دانش که داری توی ایران بتونی استفاده کنی و ما هم بهره ببریم. مرسی از تو. خواهش می‌کنم. ممنونم شهرا جان، امیدوارم که این مطالبی که مطرح کردیم مفید بوده باشه برای مخاطبین. مرسی. حتما همینطور. خب رسیدیم به پایان برنامه این هفته. من اینجا باید یه معذرت خواهی بکنم از علی تسلیمی به خاطر اینکه من دوبار توی تی این برنامه گفتم که ایشون پشت ستون داره با موبایلش کار میکنه، مثل همین الان هم البته داره کار میکنه، ولی بعد اومد به من نشون داد که دیدم داره یه پست توی لینکدین میذاره. ممنون میشم شما هم همین کارو بکنید، برید توی شبکه‌های اجتماعی، ما هم توی لینکدین، هم توی در واقع یوتیوب، هم توی خود فردای اقتصاد و شبکه‌های فردای اقتصاد مثل در واقع توییتر و به خصوص اینستاگرام، مثل این چیزا این زیر نداریم بگیم این زیر رو برید این زیر رو لایک بزنید و اینا، ولی ممنون میشم که نظراتتون رو بدین و اگر فکر میکنید که ما برنامه‌مون بخشش نیاز داره که به شکل دیگه ارائه بشه یا اطلاعات دیگه ای رو دوست داشته باشید توش بگین یا با اشخاصی که شما مایل هستید مصاحبه بشه به ما اعلام بکنید. تا هفته آینده خداحافظ.
سلام به هفتمین برنامه تکشا، خوش اومدید. من اینجا نمیدونم چی باید بگم دقیقا. جرئت داری اینا رو بذار توی آخر برنامه؟ همین میذارم. باشه ببینیم کی نمیذاره.